من اینجا از محلم بیشتر روش ندارم. تو این هتل هر جا میرم یه آشا پیدا میشه. یه برو این پروژه رو هندل بکن، من برم اونور کنسل بکنم، بعد بیام برم خودم دست بگیرم. میتونم که آقای رئیس، من خودم شما شاهدین، دو تا چیز دستمه، دو تا پروژه دستمه، دارم هندل میکنم. ای جانم فیلم هتل، اینکه پژمان جمشید رو اینقدر میبینیم غیر طبیعی نیست؟ چرا نقش منصور تو بوست شیر یا هاتف توی رهایم کن رو نگرفته؟ دارم دلنگرانش میشم، یکی تو فیلم اومده که پژمان جمشید توش نبوده، نکنه خدایی نکرده کسالتی چیزی داره. همه جا هست، البته خوبم هست، یعنی با اینکه دیدنش همه جا آزار دهنده است، ولی اونقدر کارش رو درست انجام میده که میگم کنه لقش، کاری از دستم بر نمیاد، نمیشه یه جورایی نقدش کرد، واقعا کارش خوبه. حالا پژمان با یه ترکیب برنده اومده، ترکیبی که قبل از اینم ازش دیده بودیم، مثل دینامیت و لونه زنبور که یه اصلا موفق تو گیشه بود و نشون میده که کیایی با اون تم خنگ و خنگترش میتونه کنار پژمان یه تیم بامزه رو تشکیل بده. از اون طرف مسعود عدیابی رو داریم که هر کارتی که میگشه تبدیل به آس برنده میشه. سابقهشو شما یه زیر رو کنی متوجه حرف بنده میشید، خیلی باهوشه و میدونه چه فیلمی میتونه مردم رو به سینما بکشونه و پول خوبی به جیب بزنه. البته ناز شستش مون که بخیل نیست. دو مرد متأهل و سه زن، نه چهار زن، مان از این شک و میهمان های ناخوانده و رازهایی که یکی یکی لو میره. طبق معمول همه فیلمای کمدی ایرانی، داستان عجیب و غریبی قرار نیست ببینیم. در واقع همه تن سوار بر گردن بازیگر و موقعیتی که توشه. همونجا باید یه میمیک بانمک ازش ببینیم و یه جوک دست اول که دست نویسنده رو میبوسه. نکته خیلی مهمیه، اینو قبلا تو خندوانه به همه ثابت کردن. وقتی که نویسنده‌های ترس مثل ژوله و علی مرشدی که هیچی از بازیگری نمیدونستن، ولی باز مالو با شوخیشون کف خونه درازکش میکرد. الانم داستان خیلی ساده است و از یه هتل تو کیش که دو تا مرد و 4 تا زن پاشونو به اونجا میذارن و کلی ماجرای رنگ و برنگ تحویلمون میدن. از من میشنوید فیلمای ترسونم مخلوط این بازیگرا ارزش دیدن داره و باید یه سر به سینما بزنیم و یکم از دنیای تخمی که برامون ساختن دور بشیم. مرسی که اومدی و این ویدیو رو دیدی. فردا باید بریم سراغ قسمت 4 زخم کامری تا ببینیم میثم داره چه گویی می‌کنه. برای مدای همگیتون تا بعد، خدا نگهدار.